رحمان الرحیم. سلام و عرض ارادت خدمت آقای دکتر وزیر تبار و تیم پزشکیشون. هما علی مرادی هستم. من قبلا پا درد داشتم، زانو خیلی درد میکرد، خیلی معذب بودم از درد زانو، حتی نمیتونستم راه برم یا جایی بیستم، دو دقیقه نمیتونستم سر پا بایستم چون پاهم خیلی درد میکرد و دیگه نمیتونستم حرکت کنم اگه میستادم یه جایی. بعد دیگه یه مدت مسکن اینا خوردم، دکتر رفتم که خب مسکن بود، یه مدت آروم بودم، اثرش که میرفت باز دوباره همون درد برام پیش میومد و اینا، نمیتونستم تحمل کنم. تا یه زنبور درمانی به معرفی کردم، رفتم زنبور درمانی، اون یه مقدار بهتر شدم، تا اثر زنبور توی بدنم بود خوب بودم. باز باید میرفتم که دوباره مثلا دردم ساکت بشه. خیلی پاهم درد میکرد، پله نمیتونستم بالا پایین کنم و تو خونه هم اگه یه 10 دقیقه حرکت داشتم، غذا درست میکردم یا کارهای خونه هم میکردم، خیلی پاهم درد میگیره که نمیتونستم دیگه تکون بخورم، باید میشستم مثلا استراحت میکردم یا یه مسکن میخوردم تا یه مقدار دردم کم بشه، یا تا سر کوچه میخواستم برم راهی نبود، ولی دو بار سه بار باید وای میستادم، انگار یه تسمه زیر پا میافتاد که زیر زانومو قفل میکرد، نمیتونستم حرکت کنم. بعد وای میستادم پامو حرکت میدادم، دوباره راه میافتادم میرفتم، یا مهمونی میرفتم جایی پله بود خیلی اذیت میشدم، یا زمین میخواستم بشینم خیلی اذیت میشدم، نمیتونستم بلند شم، نشستن و بلند شدن برام خیلی سخت بود. دیگه خدمت شما هستم، ورزش میرفتم نمیتونستم حرکات رو انجام بدم، که چند بار رفتم باشگاه خود مربی دلش سوخت، میگفت شما میای پول میدی ولی نمیتونی حرکات انجام بدی، من ناراحتم معذبم، نمیتونستم خیلی حرکات رو انجام بدم، بخاطر این دیگه نتونستم باشگاه اینا هم برم. پیاده روی میرفتم همینطور اذیت میشدم، نمیتونستم دیگه، این آخری خیلی اذیت شده بودم، اصلا نمیتونستم راه برم یا وایستم، یه جا سرپا وای میستادم 5 دقیقه وای میستادم، حس میکردم زانوام شده یه کنده باد کرده، نمیتونستم دیگه حرکت کنم، درد که میگرفت دیگه نمیتونستم زانوامو حرکت بدم، به سختی حرکت میکردم، یه ذره راه میرفتم تا دوباره دردش ساکت شه تا بتونم مثلا یه ذره راه برم. بعد اینجا چند تا دکتر رفتم، عکس گرفتم که داروهایی که بهم دادن کورتون دادن که استفاده نکردم چون گفتن خیلی ضرر داره، ایبوپروفن خیلی خوردم، اندومتاسین خیلی خوردم، بعد آلفن اونو زیاد مصرف کردم، باز اون بهتر بود، مسکن خوبی بود برام. و اینجا دکتری که رفتم گفتن باید عمل بشی، باز من قبول نکردم عمل بشم، چون یه سری ها میگفتن ما عمل کردیم خوب شدیم، یه سری ها میگفتن نه اصلا خوب نیست عملش، بعدا نمیتونی بشینی، نمیتونی نمیدونم مثلا اونطور که باید از پات استفاده کنی، ما الان معذبیم با اینکه عمل کردیم، به خاطر همون عمل رو من قبول نکردم، ولی خب داروینا زیاد خوردم، زیاد استفاده کردم، تأثیری نداشت. چون من موقعی که نمیتونستم کارام انجام بدم، خدا خیرش بده دخترم کنارم بود، خیلی بهم کمک میکرد، خیلی کارامو انجام میداد، بعد هر جا که نمیتونستم کاری انجام بدم ایشون کار انجام میدادن، مهمانی چیزی داشتم نمیتونستم، همه کارام رو دوش دخترم بود که دخترم این کارا رو برام انجام میداد. بعد دیگه یواش یواش با برنامه های دکتر وزیر تبار میدیدم و دنبال میکردم، حدود دو سال و نیم بود که این برنامه رو میدیدم، خیلی زودتر از این میخواستم اقدام کنم، ولی اطرافیان میگفتن اونون سر دنیا تو این سر دنیا، مگه میشه یه همچی چیزی، امکان نداره، پولت هم میخورن میره تو دستت به جایی بند نیست اینا، تا دیگه دل زدم به دریا و گفتم اشکال نداره، حالا هرچی باشه بالاخره من این پول رو به حسابشون میریزم، که زنگ زدم با آقای دکتر، مشاوره‌ای داشتم که ایشون وقتی صحبت کردم گفتم که چه حالتهایی هستم، چطوری هستم، بیماریمو براشون توضیح دادم، ایشون گفتن که مسئله نیست، من دارو براتون میفرستم، که داروهاشون رو فرستادم، دستشون درد نکنه، خیلی خوب بود، خیلی اثر داشت، خیلی از اون مقدالا راحت شدم، پله رو میتونم بالا پایین کنم، کارهای خودم رو میتونم انجام بدم، در کنارم هستن، کمکم میکنم، ولی
بازم خیلی خوب شدم، خیلی دستشون درد نکنه، واقعا ازشون راضی هستم، خدا ازشون راضی باشه. من خیلی مدیون آقای دکتر هستم این سلامتیمو که به دست آوردم. داروهایی که آقای دکتر برای من فرستادن استفاده کردم، خیلی خوب بود، خیلی رو درمانم تاثیر داشت. من از 11 مهر پارسال شروع کردم دارو خوردن تا فروردین امسال داروام تموم شد و از اون موقع تا حالا دیگه بیماریم بر نگشته، یا همون مثلا درد و یا همون ناراحتی رو داشته باشم. بعد یه دوره هم استفاده کردم از داروهای آقای دکتر، خیلی راضی هستم، خیلی خوب بود. من یه مدت هم قبل از اینکه داروهای آقای دکتر رو مصرف کنم، یه 2 سال 3 سالی بود زنبور درمانی میرفتم که داروها اثر نمی کرد، رفتم زنبور درمانی، باز اونم خیلی خوب بود، اونم از آقای استاد میرحسینی خیلی ممنون و متشکرم، خیلی تاثیر داشتونم. منتها تا موقعی که اثر زنبورا تو بدنم بود خوب بودم، دوباره باید میرفتم. یه مدت که رفتم خیلی تاثیر داشت، خیلی خوب بود، دردم کم میشد، خیلی ساکت بود، بدنم سبک میشد، خیلی تاثیر داشت اونا. اینا رو که این داروهای آقای دکتر واقعا درمانم کرده، قطعی بوده چون سلولای بنیادی بود. خیلی خوشم اومد، خیلی خوب بود، خیلی راضی هستم از آقای دکتر و تیم پزشکیشون، دستشون درد نکنه، ممنونشونم، انشالله که پایدار باشن، تنشون سالم باشه. داروهای آقای دکتر با اینکه آرتروزم رو خوب کرد، روی پوست و موام خیلی تاثیر داشت، برام پوستم رو شفاف کرد، ریزش موام رو کم کرد و هر کس من رو میدید میگه دکتر پوست میری، گفتم نه، بعد گفتن که پس خیلی پوستت شفاف شده، روشن شده، خیلی خوب شده، موات خیلی خوب شده. گفتم همین داروهایی که میخورم چون سلولای بنیادیه، خب روی اینا هم تاثیر داره، به خاطر همینه که پوستم روشن شده، ولی نه کرمی استفاده میکنم، نه دکتری میرم، نه هیچی، اینا همه اثر همین داروهاییه که آقای دکتر بهم داده. با یه تیر چند نشون زدم واقعا. الان میتونم براتون بلنشم راه برم، با اینکه خیلی برام سخت بود راه رفتن، خیلی معذب بودم، یه چند قدم راه میرفتم نمیتونستم دیگه حرکت کنم، باید وای میستادم، با ما حرکت میدادم، دوباره راه میافتادم. ممنونم از آقای دکتر، تشکر میکنم از ایشون، خیلی راحت شدم من، خیلی خوب راه میرم، اذیت نمیشم دیگه، حتی میتونم پله بالا پایین کنم. خیلی به راحتی پله رو بالا پایین میکنم. اینا رو مدین آقای دکتر هستم، دستشون درد نکنه، انشالله که خدا عمر بالعزت بهشون بده، تنشون سالم باشه، خودشون و تیم پزشکیشون. ممنون و متشکرم ازشون. تقریبا به بینندگان عزیزه که اعتماد نمی کنن، یا کسایی هستن دوربرشون که انرژی منفی بهشون میدن که این امکان نداره که اون بتونه از اون ور دنیا برای شما کاری بکنه، پولتونم هدر میره، پولتونم از بین میره. من خودم خیلی از این حرفا شنیدم، ولی دیگه بالاخره گفتم اشکال نداره، این همه اینجا خرج کردم، این همه دکتر رفتم، این همه رادیولوژی نمیدونم این ور اون ور عکس آزمایش و اینا، اشکال نداره، اینم مثل همونا، از اونا که نتیجه ای نگرفتم، اینم فوقش پولم رو خوردم اونطوری میشه، که دیگه اعتماد کردم با آقای دکتر و تیم پزشکیشون و این پول رو فرستادم براشون. بعد من خیلی به آقای دکتر اطمینان دارم، خیلی اعتماد دارم، چون برادرم سرطان داشت، من به ایشون تماس گرفتم، با ایشون یه مشاوره داشتم که گفتم آقای دکتر، توضیح دادم براشون که اینطوریه، شیمی درمانشون تموم شده، نتیجه نگرفتم، پرتو درمانی میخوام بشم، که آقای دکتر گفتن که با این توضیحاتی که شما دادی من کاری از دستم بر نمیاد، من میتونم دارو رو بفرستم که آسیبی بهش نرسه، مثلا الان شما میگی کلیه‌هاش ضعیف شده، دارویی که من میدم اون از این مثلا بیماری که مثلا برش پیش اومده کلیه‌اش ضعیف شده از این جلوگیری میکنه، پیشگیری میکنه که آسیبی به اعضای بدنش نرسه، ولی
همون دوره درمانی که اونجا براش پیشنهاد دادم باید انجام بده. برای دختر داداشم گفتم که MS داشتم، گفتم برای اون میتونم اونو درمان میکنم. و اینجا خیلی ایمانم بیشتر شد به آقای دکتر، خیلی بیشتر خوشم اومد از آقای دکتر که واقعا اینقدر با ایمان هستن که کاری که نمیتونم بکنن میگن نمیتونم، ولی کاری که میتونم انجام بدم میگم من این کار رو از دستم برمیاد، این کار میتونم انجام بدم. در حالی که دکتر من اینجا رفتم که هیچ کاری هم برام نکرده، ولی کلی هزینه کردم که نگفت نمیتونم. آخرش من نتیجه نگرفتم از این دکتری که رفتم و اومدم، دارویی که خوردم. ولی ایشون بهم خیلی قاطعانه گفتن که نه، من برای ایشون نمیتونم کاری بکنم، هزینه هم نکنید. بعد اینو میخوام بگم اونایی که اطمینان ندارن، اونایی که انرژی منفی بهتون میدن، قبول نکنید. این دارو واقعا تاثیر داره، واقعا خیلی اثر خوبی داره. من کامل الان میتونم بگم درمان شدم و از آقای دکتر و تیم پزشکیشون خیلی ممنون و متشکرم. انشالله که تنشون سالم باشه، خودشون خانوادهشون همیشه خوب و خوش و سلامت باشن. ممنون و متشکرم ازشون.